هر ماه بازی های ریز و درشت مختلفی توسط پابلیشرهای مطرح و حتی کوچکتر دنیای گیم منتشر میشن که خیلی از مواقع حتی با کسب نمرات خوب و جذب منتقدین ممکنه خارج از رادار ما گیمرها قرار بگیرن و بنا به هر دلیلی از انتشار و یا نمرات خوبشون باخبر نشیم. در آیتم های متامگ به معرفی بهترین بازی های ماه میلادی گذشته از نظر نمرات متاکریتیک خواهیم پرداخت و اونها رو به شما معرفی میکنیم. توی این آیتم هم به ماه می سال 2024 که به تازگی اون رو پشت سر گذاشتیم نگاهی خواهیم داشت. پیشا پیش هم ممنونیم که تا پایان این ویدیو همراه ما هستید. اولین بازی منتخب این ماه به عنوان سنوا ساگا هلبلید 2 اختصاص داره که در تاریخ 21 می عرضه شد. یه بازی اکشن ادونچر سوم شخص. این بازی ادامه‌ای بر ماجراهای بازی اول یعنی هلبلید سنوا ساکریفایس و داستان بازی در مورد دختری جنگجو به نام سنواست که به خاطر گذشته دردناکش با خاطرات و صداهای عجیبی که فقط خودش میتونه اونها رو حس کنه دست و پنجه نرم میکنه. بازی دارای گرافیک بهبود یافته، سیستم مبارزه جدید و تمرکز عمیق‌تری بر وضعیت روانی سنواست. هلبلید 2 همچنین دارای سیستم صداگذاری فوق‌العاده در کنار موشن کپچر و گرافیک بسیار چشم نوازیه که مرزهای صنعت گیم رو جابجا کردن. پازل‌ها و نمادهای مختلف همچنان توی بازی وجود دارن و گیمر رو برای پیش بردن داستان بازی به چالش می‌کشن. اگه قبلاً بازی اول رو تجربه نکردید، توصیه میشه که حتماً هلبلید سنوا ساکریفایس رو تجربه کنید تا داستان و قابلیت‌های منحصر به فرد سنوا رو بهتر درک کنید. این بازی موفق به کسب نمره 81 از متاکریتیک و 7.4 از کاربران این سایت شد و برای پلتفرم‌های ایکس باکس سریز S و X و ویندوز در دسترس است. بالاخره در 16 می نسخه PC گوست آف سوشیما دایرکتورز کات منتشر شد و دوباره ما رو به قرن 13 میلادی در ژاپن میبره. در این بازی شما نقش یک سامورایی به نام جین ساکای رو بر عهده دارید که در تلاش برای انتقام از تهاجم مغول‌ها به جزیره سوشیماست. بازی در محیط‌های باز دنبال خواهد شد و توانایی تعامل با شخصیت‌های مختلف، انجام مأموریت‌های اصلی و فرعی و نفوذ به قلعه‌های دشمن رو به پلیر خواهد داد. نسخه دایرکتورز کات شامل بازی اصلی و اکسپنشن پک جزیره ایکی هست. درسته که هسته اصلی بازی متعلق به چندین سال پیش و کنسول نسل 8 PS4 اما در نسخه PC همچنان افزایش گرافیکی خوبی رو شاهد هستیم که اجازه بازی کردن این عنوان رو با رزولوشن ها و فریم ریت های بالاتری بهمون خواهد داد. نسخه PC گوست آف سوشیما موفق به دریافت نمره 89 از منتقدین شد و یوزر اسکور 6.9 رو به خودش اختصاص داد. پاین هارتس یه بازی ماجراجویی با داستان جمع و جور و دلنشینه که در محیط آروم و زیبای کاروان پارک اتفاق میفته. در این بازی شما نقش تایک رو ایفا میکنید که در حال پر کردن دفترچه خودش در مورد پیاده روی و حل پازل ها و یادآوری خاطرات کودکیش از این منطقه هست. گرافیک ساده و جذاب و حس خوبی را از اتمسفر زیبای بازی القا میکنه. هر مکان دارای تم مخصوص به خودشه و همین نکته باعث میشه که بازی احساس تکراری شدن نداشته باشه و هر بخش از اون جذابیت منحصر به فرد خودشو داره. پاین هارتس حتی بعضی مواقع شما رو یاد عناوینی همچون انیمال کراسینگ و زلدا هم میندازه. این عنوان که این ماه برای پلتفرم های سویچ و PC عرضه شد موفق به کسب نمره 84 از منتقدین متاکریتیک و نمره 9 از کار برای این سایت شد. موتو جی پی 24
یکی از اون بازی‌های سالانه است که تقریباً مثل بقیه عناوین همرده خودش تفاوت چندانی با نسخه سال قبلش نداره. با این حال توی این ورژن جدید بازی با بهبود هوش مصنوعی رقبا و بهتر شدن فیزیک موتورسیکلت‌ها روبرو هستیم و اگه از طرفدارای دو آتیشه مسابقات موتو جی پی هستید و اونها رو دنبال می‌کنید از این بازی هم لذت خواهید برد. موتو جی پی 24 موفق شد تا متای 76 رو کسب کنه، اما پلیرهای بازی با دادن نمره 5.3 به اون در بهترین حالت اون رو یه عنوان متوسط خطاب میکنن. این بازی برای تمام پلتفرم های نسل حاضر و قبلی در دسترسه. پیپر ماریو The Thousand Year Door یه بازی نقش‌آفرینیه که توسط شرکت اینتلیجنت سیستم توسعه داده شده و توسط نینتندو برای کنسول گیم کیوب اولین بار تو سال 2004 منتشر شد. این بازی دومین عنوان از سری پیپر ماریو به حساب میاد و جزء خانواده بزرگ سری بازی‌های ماریوه. توی این بازی ماریو به دنبال پیدا کردن یک گنج بزرگ و افسانه‌ای و همچنین طبق معمول همیشه پیدا کردن پرنسس پیچ که دوباره دزدیده شده است. سبک هنری بازی طوریه که انگار همه چیز بر روی کاربرد طراحی و نقاشی شده و سیستم مبارزه بازی حالت نوبتی با تاکید بر تایمینگ حرکات صحیح رو داره. این بازی بعد از عرضه اولیش جایزه بهترین بازی نقش‌آفرینی سال رو در جشنواره Interactive Achievement Awards به دست آورد و اغلب به عنوان یکی از بهترین نسخه‌های فرانچایز ماریو به حساب میاد. ماه گذشته هم بالاخره نسخه بازسازی شده این عنوان برای کنسول نینتندو سویچ منتشر شد و طبق معمول دوباره دل منتقدا و گیمرها رو به دست آورد و به همین خاطر موفق شد تا نمره 88 رو از منتقدا و نمره بسیار درخشان 9.1 رو از گیمرها کسب کنه. لیتل کیتی بیگ سیتی یا گربه کوچولو شهر بزرگ یه بازی بامزه با سبک ادونچره که توسط استودیوی دابل دگر ساخته و نینتندو اون رو برای پلتفرم‌های سویچ، ویندوز، ایکس باکس وان و ایکس باکس سریز اس و اکس منتشر کرده. توی این بازی شما در نقش یه گربه کوچولوی کنجکاو هستید که سعی داره راه برگشت به خونش رو پیدا کنه و در طول این ماجراجویی به بررسی شهر می‌پردازید و حتی با حیوانایی که در مسیرتون اونها رو خواهید دید هم ارتباط برقرار کرده و با اونها دوست میشید. کوست هایی رو انجام خواهید داد و حتی میتونید گربه خودتون رو کاستومایز کنید و توی آفتاب بخوابید و حسابی استراحت کنید. این عنوان موفق به دریافت امتیاز 79 از منتقدا و 7.1 از کاربرهای متاکریتیک شد. مطمئنم پلیرهایی که قبلا از بازی استری لذت بردن با این بازی هم ارتباط برقرار خواهند کرد و به نظر جالب میاد که برای چند ساعتی هم که شده یه گربه باشیم. انیمال ویل یه بازی با سبک متروئدونیاست که توسط شرد مموری توسعه داده شده و توسط بیگ مود منتشر شده. در این بازی شما کنترل یک جسم ژلیتور رو در دست دارید که توی یه مارپیچ پر از حیوانات مختلف در حال کاوشه. بازی در تاریخ 9 می 2024 برای پلتفرم‌های نینتندو سویچ و PS5 و ویندوز منتشر شد و از همون ابتدا تونست نظرات مثبت زیادی رو به خودش جلب کنه و به همین خاطر این عنوان جذاب موفق شد تا متای 90 رو از سوی منتقدای صنعت گیم و نمره 7.8 رو از گیمرها دریافت کنه. انیمال ویل همچنین به خاطر دریافت نمرات بالاش نشان ماست پلی رو هم از متاکریتیک دریافت کرد و این یعنی توصیه میشه که حتما یه نگاهی بهش داشته باشید. بازی بعدی که در نگاه اول آدمو یاد بازی‌های قدیمی کنسول PS1 میندازه چیزی نیست جز کرو کانتری. عنوان کرو کانتری یه بازی ترسناکی که توسط استودیو SFB Games ساخته شده. شما در نقش یک محقق هستید که در محیط‌های مختلف پارک متروکه به بررسی معماها و رازهای مختلف می‌پردازه و در این پارک متروکه با پیدا کردن سرنخ‌ها و حل معماها شما به تدریج به دلیل بسته شدن پارک و ناپدید شدن مرموز کسی که به دنبالش هستید پی خواهید برد. آیا شایعات ترسناکی که در خصوص اینجا شنید واقعیت دارن؟ جواب همه این سوال‌ها رو بعد از بازی کردن کرو کانتری پیدا کنید.
پیدا خواهید کرد. این بازی موفق به کسب نمره 83 از نقدهای مختلف متاکریتیک و همچنین نمره 8 از کاربرای اینسایت شد و به نظر ارزش زیادی برای تجربه کردن داره. بازی برای پلتفرم های PC، PS4، PS5 و همچنین کنسول های Xbox سریز X و S در دسترسه. یکی دیگه از بازی‌های خوش ساخته این ماه عنوان لورلای اند لیزر آیه که برای پلتفرم‌های سویچ و PC عرضه شد. یه بازی پازل سوم شخص که حسابی ذهن پلیرها رو به کار می‌گیره. داستان بازی در مورد لورلای وایس که یه هنرمند معروفه دنبال خواهد شد و گیمر رو توی دنیای عجیب از آرت و معماهای پیچیده و خلاقانه غرق می‌کنه. این بازی نمره خوب 88 رو از منتقدا و همچنین امتیاز 8.2 رو از کاربرای متاکریتیک گرفت و حتما به گیمرهایی که دنبال بازی‌های معمایی هستن توصیه میشه. آخرین بازی متامگه این ماه هم چیزی نیست جز بازی ترسناک ایندیکا. در این بازی سوم شخص داستان محور، شما در نقش یک راهبه جوان هستید که موجودات عجیب و شیطانی رو میبینه، چیزایی که بقیه قادر به دیدنشون نیستن و دقیقاً به همین خاطر با مشکلات کوچک و بزرگ مختلفی دست و پنجه نرم خواهید کرد. ایندیکا 100% یه بازی عجیب غریبه که شاید برای هر کسی نباشه، اما خوشبختانه موفق شد تا نظر منتقدین رو جلب کنه و نمره 80 رو دریافت کنه. همچنین کاربرای متاکریتیک هم به نظر با این بازی به خوبی ارتباط برقرار کردن و نمره 7.2 رو به این عنوان دادن. ایندیکا برای پلتفرم های PS5، Xbox سریز و البته برای PC در دسترسه. ازتون ممنونیم که تا پایان این آیتم همراهمون بودید. اگر از این نو ویدیوها لذت میبرید، خوشحال میشیم که اونو لایک کنید و به کانال ویجی مک هم سابسکرایب کنید. اگه علاقه داشتید میتونید ویدیوهای نقد و بررسی و آیتم های فان و یا آموزشیمون رو هم نگاه کنید. ماه بعدی با یه متامگه دیگه همراهتون خواهیم بود. بدرود.